با قدرت گرفتن گروه تروریستی طالبان در افغانستان احتمال دارد سنی های تون رو فعالیت های تروریستی خود را در پاکستان نیز از سر بگیرند سخنگوی ارتش پاکستان نسبت به خطر فعالسازی مجدد سلول ها و هسته های خفته تروریستی در این کشور هشدار داد همکارم علی اکبری گزارش می دهد. با بر افتخار سخنگوی ارتش پاکستان گفت در شرایط کنونی خطر فعال سازی مجدد سلولها و هسته های خفته تروریستی در پاکستان وجود دارد وی افسود افغانستانی ها در موقعیت روند صلح نقشی جدی دارند و پاکستان نیز در این روند از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده است به گفته افتخار ما زامن صلح در افغانستان نیستیم بلکه این طرف های درگیر در این کشور هستند که باید تصمیم بگیرند در آینده چگونه میخواهند حرکت کنند سخنگوی ارتش پاکستان تصریح کرد ما برای شرایط پس از خروج ایالات متحده از افغانستان کاملا آماده هستیم زیرا بیشترین تاثیر ثباتی در افغانستان بر پاکستان خواهد بود امنیت و آرامش پاکستان با صلح و ثبات در افغانستان مرتبط است به گفته وی به دلیل نارامی ها و درگیریها در افغانستان خطر فعالسازی مجدد بقایای سازمان های تروریستی و سلول های خابیده آنها در پاکستان وجود دارد از سوی دیگر سنی های تندرو در بلوچستان پاکستان نیز ممکن است تقویت شوند همانطور که حوادث تروریستی اخیر این موضوع را نشان می دهد. افتخار افسود ما با پیش بینی شرایط آینده اقدامات و تدابیر لازم را اتخاذ کرده ایم و از خاک ما علیه هیچ فرد یا کشوری استفاده نخواهد شد است 90 درصد مرز پاکستان و افغانستان حسار کشی شده و تمام نقاط غیرقانونی در مرز پاکستان بسته شده است